یه چیزی در حدود 1000 نفر تماشاگر در حال حاضر در ورزشگاه فولادچهره که البته رفته رفته بر تعداد اونها اضافه میشه و از همین لحظه هم با سوت آقای سعید مظفری زاده 45 دقیقه نیمه اول این مسابقه آغاز میشه. دیگر تیم اصفهانی یعنی ذوب‌آهن موفق شد گسترش فولاد رو شکست بده و حالا در حال سپاهان هم مثل تیمای بزرگ دیگه که از رقابت‌های جام حذفی کنار رفتن، یکی دیگه از اون تیم‌هاست تو که زده میشه، آفساید هم اعلام میشه. از به توپ بلند حالا فرستاد میشه، یک ضربه سر توی دروازه، توی دروازه گل برای ملوان انزلی به ثمر میرسه. اینجا توپ از همه عبور کرد، این ضربه سر جرافان و این هم توپی که به درون دروازه رفت و تلاش رحمان احمدی حاصلی در پی نداشت. یه ضربه سر محکم به گوشه دروازه تا در این ناباوری این تیم ملوان باشه که با این ضربه سر از حریف قدرتمند خودش پیشی میگیره. یک برسه و از نمای پشت دروازه رنگ هم ضربه سر محکمی که به درون دروازه رفت. بازم یک بار دیگه یک و دو ویژه موقعیت هست. عماد رضا فضایی لازم رو داره، عماد رضا یه موقعیت، حسین بنگر، سید جلال رافخایی، مسلمان، چپ پا هست محسن مسلمان، حالا با پای چپ توپ را پشت مدافعین میفرسته، یه پاس عالی، موقعیت برای تیم ملوان و توپی که گل نمیشه، با گل میشه، بله گل برای ملوان. یه لحظه نیمکت تیم ملوان با حالت حس و ولع بلند شدن، خودشون هم نفهمیدن که توپ گل شد اما توپ درون دروازه قرار گرفت. ببینید یه پاس عالی، آفساید اصلا نبود، یه کنترل خوب، یه ضربه که ببینید در آخرین لحظه تکلی هم زد اونجا مدافع سپاهان اما توپ درون دروازه قرار گرفت. محمد حیدری هم بود که این توپ رو درون دروازه قرار داد. ببینید حساب کار 2-0 میشه و باز هم مرور میکنیم از نمای پشت دروازه. این ارسال به پشت مدافعین، حیدری جا گذاشت رحمان احمدی رو، اینجا ضربه رو زد، یه لحظه من فکر کردم تکلی که زده شد توپ به بیرون رفتم. موقعیت هست برای تیم سپاهان، جعفرپور جا برای ارسال داره، این کار انجام میده داخل محوطه جریمه، موقعیت برای سپاهان، یک ضربه و توپ پاس کنار دروازه، محسن بنگر بود که ببیرون زد. استفاده بهتر از موقعیت ها و خلق نتایجی که گهگاه عجیب هست. سید صالحی، دوباره سپاهانی ها ادامه میدن به حرکات رو به جلوی خودشون، تو فرستاده میشه حالا به روی دروازه سید صالحی و توی دروازه گل. سپاهان یکی از گل های خورده رو پاسخ میده، یه هیجان تازه میگیرن. ببینید این لحظه ای هست که خط دفاعی ملوان اشتباه کرد، یه ضربه دقیق به دستان حسنی صفت هم خورد اما دیگه کاری از این دروازه‌بان بر نمی اومد. یه کنترل با پای چپ و با همون پای چپ هم توپ رو به درون دروازه فرستاد سید صالحی. 2-1 بازم مرور میکنیم نمای پیشیاری، حجاری برای عماد محمد رضا روی توپ اثر میگذاره، سالارزاده یک و دو موفق، عماد رضا ضربه سر رو میزنه که در جعفرپور، خود جعفرپور به عرض میزنه به دنبال بازیکن از کریمیان، عماد رضا دوباره به کدو موفق، جعفرپور حالا موقع داره نوید که ضربه رو میزنه و توپی که به بیرون میره مسابقه تو به این سمت میاد. یه فرصت خوبه دیگه، هنوز موقعیت هست، ببینیم چه کار خواهند کرد. یک ضربه دیدنی و توپی که از کنار دروازه عبور کرد، زرداد شوتای دو تیم بوده در این مسابقه. همه چیز
بازیکنی که بیش از هر چیز به خاطر اخلاقش زبان زد هست، موقعیت هست، کریمیار حالا اونجا یه ضربه میتونه کار رو تمام بکنه. تو فرستاده میشه به تیمه یک ضربه سر، یک اشتباه عماد رضا، موقعیت برای تیم سپاهان، چه توپی رو گرفت حسنی صفت. ببینید اینجا چه اشتباهی انجام شد در خط دفاعی. عماد رضا میتونست پاس هم بده اما میخواست خودش دروازه رو باز بکنه. باز هم برگشت توپ. تا دقایقی دیگر و ثانیه های دیگر حسین پاپی هم به بازی خواهد اومد. اون میتونه موفق باشه در تو دروازه. گل گل مهدی کریمیان با یک ضربه زیبا و دیدنی در 76 دقیقه این مسابقه سابقه رو دو دو میکنه. از کردم سپاهان تیمی نیست که خیلی راحت در این مسابقه شکست بخوره. ببینید کریمیان یه ضربه دیدنی از او و کاری دیگه از دست حسنی صفت بر نمیاد. تنها این ضربه هست که دیگه مدافع این ملوان رو میتونست دچار اشتباه بکنه. فضا به او دادن، گرفت، چرخید و زد. سه اشتباهی که مدافعین ملوان برای دریافت گل دوم انجام داد. یه بازیکن دیگر آقای پورغلامی میخواد به بازی بیاره. دو فرستاده میشه به روی دروازه. حالا برگر ضربه سر او به دیرک دروازه برخورد میکنه و گل سوم سپاهان شکل نمیگیره. ببینید این ضربه سری است که به دیرک دروازه خورد. یک حرکت رو به جلو، خطایی نیست، اشیاری میتونه شوت هم بزنه. یه پاس رو به جلو، حالا برای سه سالی موقعیت و توپ در آخرین لحظه حسنی صفت میگیره. 11 موقعیت خطرناک سپاهان، تنها دو بار تبدیل به گل شده. ببینید سه ساله ای اگر محکمتر ضربه رو زده بود سپاهان به گل سوم هم میرسید. اما ضربه سر جمشیدیان در شرایطی نامتعادل، عماد رضا کنارش پاپی هست، جمشیدیان، امید ابراهیمی، جمشیدیان، خود جمشیدیان حالا توپ رو میفرسته به روی دروازه. یک اشتباه عماد رضا ضربه رو میزنه توی دروازه، توی دروازه. گل سوم رو عماد رضا در دقیقه 91 هم میزنه. سر از پا نمیشناسن هواداران سپاهان و ملوانی ها انگار که در دقیقه 120 وقفه اضافه گل خوردن. اگر همکارانم بازیکنان ملوان رو نشان بدن که چجور روی زمین افتادن خیلی جالب است. چه حسرتی میخوره پورغلامی. ببینید دقیقه 91 ملوانی که 2-0 پیش افتاده بود حالا بازی رو 3-2 باخته و اون زیبایی های فوتبال هست. ببینید یک اشتباه با همین اشتباه آب سردی بر پیکر تیم ملوان میریزه. اشتباه خیلی راحتی رو انجام داد اونجا علی جراح کار و سپاهان به گل سوم رسید. عرض کردم این نتیجه قابل تعقیب هست و سپاهان تیمی نیست که خیلی راحت بیاد و شکست بخوره. عماد رضا گل سوم رو به زیبایی میزنه. انتقادات از او بیشتر خواهد شد، هرچند که عرض کردم ملوان انصافا بازی بدی نکرد. حالا عماد رضا موقع داره گل چهارم، اونور سه ساله هست. حالا گل چهارم رو خواهیم دید یا نه؟ و چه اشتباهی. بلند فرستاده میشه به روی دروازه، ضربه سر و سوت پایان به صدا در میاد. سپاهان موفق میشه در یک بازی هجومی و خوب به خصوص در نیمه دوم 3-2 تیم ملوان رو شکست بده.